سلام و عرض خدمت دوستان عزیز هولدرهای های لونای کلاسیک خوش اومدید به یه ویدیو تحلیلی مهم از وضعیت لونای کلاسیک میخوایم با هم دیگه داشته باشیم و بالاخره استارت حرکت لونای کلاسیک رو هم داریم مشاهده میکنیم و میبینیم که قیمت ما داره کم کم به تارگت 3022 نزدیک میشه پشت سر هم ما الان چند روزی هستش که یک دو سه چهار پنج روز هستش که قیمت کندلای مثبتی رو داره تشکیل میده پشت سر هم و وضعیت خوبه این لحظه و از اینجا به بعد هم باز وضعیت میتونه مثبت باشه برای استراتژی که میتونیم داشته باشیم و اون تعدادی از لونای کلاسیک هایی که نگهداری کردیم به چه شکلی باشه میخوایم ما هم دیگه یه نگاهی بهشون بکنیم خب قبل از اینکه ویدیو رو ما ادامه بدیم یه نکته ای کستش این روزها ویدیو رو دنبال کنیم من داخل هر ویدیو این رو میگم تو چند روز رو گذشته ویدیوهایی که راجع به ارزهای مختلف هستش رو حتما ببینید این روزها مهم هستن که تک تک ویدیوها رو وقت بذارید بشینید کامل با دقت نگاه کنید چون که ممکنه که مثلا الان استراتژیمون از دنیای کلاسیک مثبت باشه فرد و پس فرد استراتژیمون بیاد تغییر کنه و راجبه یه موضوع دیگه بیایم صحبت کنیم خب اول از همه لونای کلاسیک قیمت فعلی 319700 در حال حاضر داره نوسان میکنه توی تایم فریم روزانه هستیم و همونطور که میدونیم ما تحلیلامون بیشتر توی تایم فریم هفتگی هستش تا تایم فریم روزانه چون که نمودارهایی که میایم نگاه میکنیم بهتر هستش که جمع و جورتر باشه بهتر بشه ازشون تحلیل انجام داد قیمت ترای یه پوینت مثبتی که داره علاوه بر اینکه یادتون باشه ما یه پوزیشن تریدی هم اینجا رو این محدوده باز کردیم یه اردری گذاشته شد اینجا و عمر این اوردر ما رو فعال کرد و قیمت به سمت بالا حرکت کرده یعنی کسایی که اون تایم ها ویدیو رو نگاه میکردم ما سیگنال خرید خیلی داشتیم یه بار اینجا روی ای پوزیشن گرفتیم با حد سود اینجا بوده حد ضرر این پایین اونم تات شد دوباره این بالاها اومدیم یه اوردر دیگه گذاشتیم که این هم اومد تات شد و ما شهده سودای خیلی عجیب غریب از نونای کلاسیک بودیم اگر میخواستیم ترید انجام بدیم که خیلی ها تونستن ازش استفاده کنم من دیگه اینو پاک کنم چون که تارگت خورده تی پی ما خورده شده و قبل از اینکه حالا شما بخواین ترید انجام بدی هولد انجام بدی باید ترید کردن رو هم یاد بگیرید به صورت فیوچرش که زیر ویدیو دیسکریپشن لینک کانال تلگرام رو گذاشتم علاوه بر اون بچه و من دوره فارکس رو دوباره میخوام استارتش رو بزنم و چند نفر از دوستان رو ثبت نام کنیم توی دوره فارکس کسایی که دارن کلاسیک رو نگهداری میکنن یا هولدر مثلا شیبا یا بیبی دوج هستن تونستن سود خوبی به دست بیارن حتما یه مقداری رو بکشن بیرون و گذاری کنن روی خودشون و حتما دوره فارکس رو تهیه کنن چرا که دوره فارکس رو شما اگر یاد بگیرید یعنی یک تریدر شدی و میتونید به با ذهن خیلی خالی بیاین ترید انجام بدید و یعنی ذهنتون خیلی خالی باشه موضوعات مختلف رو خیلی سریعتر بتونید درک کنید دیگه نیاز نیستش که برید از هر جایی مطالب به دست بیاری و خیلی های پایینی باشن این دوره درد شما میخوره کار شما میخوره پس اگر میخواین که حالا شاید فردا یا امشب احتمالا این کار رو انجام بدم زیر ویدیو دسکریپشن لینک تلگرام رو گذاشتم جوین بشید داخل کانال تلگرام اونجا بهتون سریع اعلام میکنم ظرفیتش محدود هستش و توصیه من به هولدرها توصیه من به دوستان عزیز کانال فسترید اینه که حتما حتما داخل چنل تلگرام عضو بشن که دوره رو شرکت کرده باشن خب یه نکته هستش تر کلاسیک من وضعیتش اگر از لحاظ کوین مارکت نگاه کنیم. این نمودار کلشه خب ریزش سنگینی داشته کاری با این نمودار نداریم تو هفروز روز گذشته نمودار رو نگاه کنیم سعودی بوده 59 درصد 60 درصد تو هفروز روز گذشته قیمتش اومده بالا تو یک ماه گذشته ببین 111 درصد لونای کلاسیک قیمتش اومده بالا یعنی از اینجا شما در نظر بگیری که ما از خرید کردنش صحبت کردیم 111 درصد شده افزایش قیمت تری کلاسیک هستیم تو یک سال گذاشتیم که حالا جالبه یک سال از ریزش سنگین لونای کلاسیک از این بالای داره میگذره و تو یه سال گذشته 21 درصد قیمت لونای کلاسیک افزایش بده کرده در کل ارز دیجیتال لونای کلاسیک چون که یه پروژه شکست خورده هستش و من داشتم بررسی میکردم یکی از بچه هم داخل این اینستاگرام به پیام داده بود و یه وایسی گذاشته بود برام گفته بود که کلا هر کانال رو نگاه میکنه هر این حالا سوشیال مدیا رو نگاه میکنه چه توییتر چه اینستاگرام چه یوتیوب خیلی ها از لونای کلاسیک بد میگن و میگن سمتش نرید اصلا به شما یعنی میگه از هر جایی که پرسیدم گفتن که خریدی ازش انجام ندی و تنها چنلی بودیم که واقعا حمایتش کردیم ساپورتش کردیم و همچنان هم مثبت هستیم به آینده ای لونای کلاسیک با اینکه شکست خورده با اینکه میدونیم ریسک خیلی بالایی داره با اینکه ببینیم پشت سر هم اینجا گذشته یه ریزش خیلی سنگینی از اینجا داشته یه دامپی داشته اینا رو همش رو ما میدونیم ولی همچنان چون که اون دیتایی که تو دستمون هستش نکات مهمی که ازش میدونیم باعث میشه که ما همچنان روی کلاسیک بمونیم و خریدار و هولدرش باشیم اما از لحاظ تکنیکال حالا بررسیشو میکنم میگم که استراتژیش چه چیزی باید باشه قیمت ریکلاسی 4.01980 داره نوسان میکنه درسته مارکت کپ رسیده به 1 میلیارد و 100 میلیون دلار 1 میلیارد دلار و 100 میلیون تا مارکت کپ در حال حاضر تری کلاسیک هستش با درصد اگر نگاه کنی 41 درصد در اومد افزایش پیدا کرده مارکت کپش تو 24 ساعت گذشته که فوق العاده عدد خوبی هستش ولی اومد 24 ساعت رو نگاه کنی 7 میلیون دلار حجم ما اومده خورده توی 24 ساعت گذشته 300 درصد هم حجم افزایش پیدا کرده مارکت کپ نسبت به حجم خیلی فوق العاده هستش داخل بازار که من داشتم بررسی می‌کردم دیدم که تک توک ارزها دارن پشت سر هم پامپ می‌کنن و هر کدومشون جداگانه رشد می‌کنه ریپل هم بچا استارت سودش خورده شده ویدیوها رو دنبال کنی خیلی مهمه واقعا از این فرصت ها باید استفاده کنیم دیگه بیت کوین من دارم پیش بینی می‌کنم می میگم بشه 100000 تا دیگه 100000 تا شد نیاید بیاین بگین آقا مثال زدم اینو نید بگید که آقا چرا اینجا بخرم اینجا بخرم الان زمان خریدش هستش الان فرصت ها رو از دست بدید مثلا اون تایمه بیاین خرید انجام بدید من بارها تو لونای کلاسیک رو این محدوده ها پیشنهاد خرید سیگنال خرید دارم دیگه از اوردر سیگنال تو فیوچرز یعنی اونقدر فرصت ها جذاب بودش و میدونستیم قیمت میره بالا دیدید که اولی ویدیو من نشون دادم اوردر گذاشته بودیم یه فیوچرز ترید کرده بودیم ما هم دیگه پس تک تو که ارسا دارن رشدایی رو تجربه میکنن شیبا وضعیت مثبت و ببینیم پایین تر کدوم یکی دوباره یه پامپی داشته تو بخش ترند ها فکر کنم بهتر بشه ما ببینیم یک لحظه من بخش ترند ها رو بیارم اگر وضعیت اینترنت یاری کنه با ما و پپه هم بچا منتظر آپدیت تحلیلش بودی پپه تو سی روزه گذشته 300 درصد قیمتش اومده بالا رو فوق العاده روش کرده از این بر مثلا فروکی اینا رو یه ویدیو باید برم ازش خیلی سریع چون که واقعا ویدیوها رو که ما رکورد می‌کنیم خیلی سخت فرآیندشون حمایت فراموش نشه دوستانی که سابسکرایب ندارن کانال حتما سابسکرایب داشته باشن پس تا اینجا ترای کلاسیک وضعیت کاملا سودی هستش مارکت کپ حالا افزایش خوبی رو داریم نسبت به حجمم حجم خوبی داریم می‌خوریم و همینجوری ادامه باشه مطمئن باشه که باز هم قیمت تری کلاسیک به سمت بالا سودی خواهد بود و ادامه موج و تارگت های که الان بهتون خواهم گفت از این بر تری دو رو نگاه کنیم 90 سنت داره نوسان میکنه مارکت کپش 22 درصد اومده افزایش پیدا کرده رسیده به 603 میلیون دلار 600 میلیون دلار و حجمش هم که خوب حالا بیشتر اینها حالا از تری کلاسیک دارن درس میگیرن یعنی اگر قیمت تری کلاسیک پامپی باشه لونای دو هم روش میکنه استیبل کوینشون میاد روش میکنه استیبل کنش تو 7 روز گذشته ببین 20 درصد اومده بالا تری کلاسیک تو هفت روز گذشته 58 درصد اومده یعنی از این وری جاموندگی هم استیبل کوین لونا کلاسیک داره که باید خیلی سریع اون رو هم بیاد جبران کنه و اما از این بر حالا باید بدونیم که استراتژیمون به چه شکلی هست چه استراتژی رو خواهیم داشت فروشنده باشیم سیو انجام بدیم یا انجام ندیم من تو چند تا ویدیو گذشته حالا شیبا اکثر ارسامون اومدن پامپ کرد اونایی که بهتون معرفی کردم داخل اینستاگرامم استوری میذارم ارزایی که بهتون معرفی کردم همشون پامپ کردن وضعیت کاملا سودی استش و تو چند تا ویدیو گذشته گفتم که من فعلا فروشنده نیستم صرف میکنم نگاه میکنم ببینم که اوضاع به چه شکلی هستش یه فرد ریس میخوام بشم یه فرد تمهکار میخوام بشم که انتظار داشته باشم که بیشتر رشد داشته باشه چون این که از هر لحاظ که من دارم نگاه میکنم وضعیت ارزها کاملا سودی بچه دوچ کوینم از آپدیتش خیلی وقت داره میگذره باید یه بررسی انجام بدیم و از وضعیت بازار کریپتوکارنسی کاملا سعودی بیت کوین ایست کرده رو 61 62 63 یه صبر کردنی میکنه که بعد استارت بزنه به سمت بالا پامپ دیگه ای رو داشته باشه در کل وضعیت اوکیه و باید ببینیم که در آینده قرار هستش که چه اتفاقهایی رو رخ بدن ارسای مختلف و الان تک و توک ما شاید این هستیم که هر کدوم جداگانه دارن پامپ های مختلفی رو تجربه میکنن که یکی از آنها لونای کلاسیک هستش و اما تکنیکالی توی تایم فریم هفتگی ببینیم وضعیت به چه شکلی هستش ببین تایم فریم هفتگی خیلی مهمه بچه‌ها من توصیه می‌کنم که هر تحلیلی انجام بدید هر بررسی می‌کنید حتما حتما تایم فریم هفتگی رو در نظر بگیرید چرا چون که تایم فریم هفتگی داره نمودار رو کلی بهمون همون نشون میده میگه وضعیت به چه شکلی هستش اوضاع به چه شکلی هستش و باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد این از این موضوع که تایم فریم هفتگی هستیم در حال حاضر تحلیلی که میشه انجام داد که قیمت ما ببین از اینجا استارت زده رفته به سمت بالا درسته یه ریزش داشتیم یه بالایی رو الان داره میزنه و کندل هفتگی پرقدرتی اینجا شکل گرفته یه روز و 8 ساعت هم مونده که این کندل بسته بشه نکته که هستش بیشتر تحلیل ها بر این هستش که ممکنه مثلا این اتفاق بیفته ببین ام ششکیل تشکیل بشه اینجا دبل تاپی تشکیل بشه به خاطر همین این روزها مهمه اگر ما بخوایم سیب سود انجام بدیم رو این مقاومتت باید سیب سود یعنی الان اینجایی که قیمت داره نوسان میکنه باید سیب سود انجام بشه ولی چون که تایم فریم هفتگی رو داریم نگاه میکنیم کندل هفته خوبی تشکیل شده هفت روز ما میبینیم کندل مثبتی تشکیل شده این کندل ها بهمون به اجازه میدن که کندل بعد رو هم بیایم ببینیم که این کندله میتونه حد اگر اینجا مقاومت هم باشه بالا سر خودش شدایی بزنه یعنی از روی عدد دو سفر سه سفر دو, دو بتونه عبور کنه و ازش هم فراتر بره پس در کل وضعیت لونای کلاسیک سعودی هستش منتظر ویدیو ها باشید فعلا بیننده هستیم سر میکنیم ببینیم که وضعوضا به چه شکلی هستش مثبت مثبت نیستش تایم فریم ماهانش هم که داشتم نگاه میکردم تایم فریم ماهانه بچه مشکلی نداره یادتون باشه من یه تحلیل از لونای کلاسیک انجام دادم گفتم این تایم فریم ماهانه کندلی هست استش که تازه باز شده 29 روزه که این کندل باز شده ماه گذشته شما اگر دقت کنید ببین ماه گذشته کندل گذشته این گل کرده بهتون گفتم وقتی این اتفاق بیفته کندل ماه جدید میتونه پامپی باشه الان همون اتفاق افتاد یعنی کسی که حتی این موج رو هم نتونستن بگیرن اون تحلیلی که انجام دادن باید این موج رو دیگه میگرفتن موج 44 درصد دوباره رو یعنی تحلیلی که کاملا واضحه و بهتون میگم که چیکار کنید الان هم یه جمع باشم خلاصه بخوام بهتون بگم استراتژی که میتونیم داشته باشیم صرف کردن و بیننده بودن و بازار ارز دیجیتال هستش که ببینیم در آینده قرار هستش که چه اتفاقی بیفته من تمام نکات رو گفتم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق منفعت نشه نظرتون رو بنویسید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار